در این ویدیو از الدن رینگ میریم سراغ 10 کار عجیب و البته معرکه‌ای که احتمالاً نمیدونین میشه تو بازی انجام داد، چون بازی اصلا یادمون نمیده. بعضی از این کارا کلن تعدادی از استراتژی‌های بازی رو میبرن زیر سوال و میتونین واسه سود خودتون ازشون استفاده کنین و بعضیاشون هم اینقدر عجیبن که اصلا آدم باور نمیکنه تو بازی وجود دارن. خب هممون مخصوصا اونایی که واسه اولین بار Elden Ring دارن پلی میدن میدونن که بازی پیچیده‌ایه و برخلاف بیشتر بازی‌ها دشمنا انگار واقعا قصد دارن ما رو بکشن. بازی هم به جای راهنمایی بهشون کمک میکنه تا هر طوری شده تو ثانیه اول بازی اعصابمون خورد بشه. ولی خب همین پیچیدگی میتونه تبدیل به نقطه قوتمون در استفاده کردن از آیتم هامون بشه. مثلا آب و هوای بازی کاملا روی اسپلایی که ازشون استفاده میکنیم تأثیر دارن. به عنوان مثال اگه هوا بارونی باشه میبینین که مقاومتتون در برابر آتیش میره بالاتر، ولی خب از اون طرف اگه سائقه بهتون برخورد کنه حالا دمیج بیشتری بهتون میزنه. این واسه دشمنای بازی هم صدق میکنه بچه ها. اگه با اسپلای آتش بهشون حمله کنین دمیج خیلی کمتری میخورن، چون بارون آتیشو خاموش میکنه. ولی اگه با اسپلای سائقتون بهشون دمیج بزنین میبینین که قدرتتون افزایش پیدا کرده. من اینجا وقتی داشتم این مکانیکو تست میکردم با چشم خودم دیدم که دمیج بیشتری به دشمن وارد شد و تو هوای بارونی تونستم به جای 4 تا ضربه فقط با 3 ضربه اسپا درش بیارم. واقعا معرکه است. اما میدونین چیش بهتره بچه؟ این که اگه بریم توی یکی از مرداب‌های بازی و یا کلن زیر پامون خیس باشه، اگه از اسپلای سائقمون استفاده کنیم نه تنها به دشمنی که هدف گرفتیمش دمیج میده، بلکه حالا اگه دشمنی دوروبرش باشه به اونم دمیج میده. حالا اسپلای سائقمون میتونن به منطقه دمیج بدن، مکانیکی که جلوی چشم بود ولی متوجهش نشده بودم تا همین الان. پس بالاترین دمیج رو وقتی میتونیم بدیم که تو آب وایسادیم و هوا هم بارونیه. اینطوری میشه فقط با یکی از ساده ترین اسپلای سائقه‌ای که داریم دمیج به دشمن رو وارد کنیم که با اسپلای قدرتمند برابری میکنه. اما نکته دوم بازی که الان دربارش صحبت میکنیم، پس اگه از ویدیوهای Elden Ring خوشتون میاد ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین. اگه دقت کنین میبینین که وقتی توی رودخونه سمی و یا چشمایی که بهتون استت اسکارلت رات وارد میکنن قدم میذارین، کم کم تحت تاثیر همون استاد قرار میگیرین. اما اگه توی همین چشما غلط بخورین و مثلا از دست یه دشمن جا خالی بدین، متوجه میشین که حالا سریعتر دارین تحت تاثیر استاد قرار میگیرین. این به خاطر اینه که لباستون کثیف شده بچه ها. حتی وقتی عذاب میایین بیرون بازم ممکنه ببینین که سم و یا اسکارلت داره بهتون وارد میشه. اینجاست که باید از آیتمی به نام صابون که اعتراف میکنم تو الان نمیدونستم تو بازی وجود داره استفاده کنیم تا استات کم کم از بین بره. خیلی محشر نیست اما کار میکنه و همین واسمون کافیه. نکته سوم بازی، تبدیل شدن به اجسام مختلف. به نظرم این عجیب ترین و در این حال بالترین کاریه که میتونیم تو بازی انجام بدیم. تازه باشون حرکت هم میشه کرد. مجسمه و یا جعبه که میتونه راه بره و دشمنا رو بکشه. منظورم آیتم ممکس ویل هستش که مثل دامن میمونه، اما در واقع یه تاجه که با گذاشتن رو سرمون میتونیم تبدیل شدن به اجسام مختلف رو شروع کنیم. واسه گرفتنش که حتماًم پیشنهاد میکنم بگیرینش، کافیه بیاین به این گرس پوینت از قلعه استورم ویل و حالا به این صورت مسیرتون رو به سمت راست دنبال کنین، دشمنا رو نادیده بگیرین و مستقیم به اتاقی وارد چین که یه موجود چند دست و پا درش وجود داره. همینطور برین جلو و وقتی از پله رفتین بالا کافیه برین سمت راست و صندوقی که در گوشه اتاق قرار داره رو باز کنین تا آیتما به دست بیارین. حالا میتونین ازش واسه فریب دادن تقریبا بیشتر دشمنای بازی استفاده کنین. حتی میتونین تا 1 سانتی‌متریشون پشت سرشون راه برین و بعدش هم اگه دلتون خواست با یه حمله غافلگیرانه بهشون کریتیکال هیت وارد کنین تا سکته بکنن. فقط یادتون باشه اگه دشمنه مقابلتون باشه بازم متوجه حضورتون نمیشه و اگه شک بکنم فقط میاد نزدیکتون و بعدش برمیگرده سر جاش. بیشتر حواستون به این باشه که نبینن یه بشکه یا درخت یا مجسمه داره مقابلشون حرکت میکنه. اینجاست که دیگه متوجه میشن و بهتون حمله میکنن. که البته باید بگم اگه از دستشون در برین و برین جایی که نبیننتون بعدش سریع به یه جسم دیگه تبدیل بشین، دیگه اگه ببیننتون بهتون حمله نمی کنن چون نمیدونن کجا رفتین، گمتون میکنن. اما نکته چهارم که یکی از مفیدترین نکاتیه که تو بازی وجود داره و همه پلیرها باید ازش خبردار بشن، استفاده کردن سریع از اینکانتیشنای هستش که واسه زدنشون کاراکترمون اول کلی سر آماده سازیش معطل میشه و این واسه دشمنا موقعیتی رو به وجود میاره تا اکت تا اتکمون رو خراب کنن. خدا رحم کنه.
اما میتونیم آماده سازی کندترین اینکانتیشن‌های قدرتمند بازی رو خیلی راحت رد کنیم و مستقیم بریم سراغ زدن اسپل. مثلا همین ماگما برس که واسه سری زدنش میتونیم از یه اینکانتیشن دیگه مثلا کچ فلیم و یا بستیا و هیل استفاده کنیم. به این صورت که اول این اینکانتیشن‌ها رو که سری عمل میکنن میزنیم و بعدش سری میریم رو ماگما برس و از اون استفاده میکنیم. اتفاقی که میفته اینه که کاراکترمون هر دوتا اینکانتیشن رو یکی میکنه و در نتیجه هر دوشون رو خیلی سری پشت سر هم میزنه که این یعنی رد شدن از آماده سازی اینکانتیشن دوم. حالا میتونیم خیلی راحت دشمنا و باسهای بازی رو حریف شیم، چون با انجام این کار اتکشون رو هم خراب میکنیم تا نتونن بهمون حمله کنن. پس اول کچ فلیم و یا بستیا و هیل که نحوه گرفتنشون رو قبلا توضیح دادم، بعدش سری میریم رو ماگما برس و از اون استفاده میکنیم به همین راحتی. خوبی این ماگما برس اینه که علاوه بر وارد کردن دمیج و خراب کردن اتک دشمنا میاد یه مقدار مواد مذاب رو هم رو زمین باقی میذاره که اگه دشمنا پا بذارن روش بهشون دمیج وارد میشه و ممکنه جون خودشون از دست بدن. علت مرگ پا گذاشتن روی مذاب. بعضی وقتا همین مواد مذاب هم میتونن اتک بعضی از دشمنا رو خراب کنن. من ترجیح میدم از بسیار هیل به عنوان شروع استفاده کنم، چون هم دمیجش خوبه و هم دامنش. حتی بعضی وقتا میشه فقط با همین اسپل بعضی از دشمنا و حتی باسای بازی رو گیج کرد که واقعا حرف نداره. دراگنز کلا هم یکی دیگه از این کانتشنایه که آماده سازش یکمی همچین طول داره و مثل ماگما برس میمونه. این یکی رو هم میتونین با همون استراتژی قبلی آماده سازیش رو رد کنین و خیلی سری برین سراغ خودش و به دشمنا دمیج بدین. به نظر میرسه کمتر کسی میتونه اتکمون هم هنگام استفاده از این کانتشن خراب کنه، به جز باس های بزرگ البته. اما حالا میشه خیلی سری دشمنا رو دست جمعی قتل عام کرد. نکته بعدی بازی سری زدن سورسوریا. دقیقا مثل اینکانتیشن ها بعضی از سورسوریا هم همونطور که میدونین آماده سازیشون طول داره. مثلا ورژن قدرتمندتر بعضی از سورسوریا که واسه زدنشون باید یکم بیشتر از ورژن معمولیشون صبر کنین. ولی خب اینا رو هم همگی میشه آماده سازیشون رو رد کرد خیلی راحت و مستقیم رفت سراغ اصل مطلب. مثلا گرینستون پابل که ورژن قدرتمندترش کامت و یا گریت گرینستون شارد و همچنین گرینستون دارت هستن. کاری که باید بکنیم اینه که اسپلامون رو پشت سرم قرار بدیم و بعدش اول از گرینستون پابل ورژن معمولی استفاده کنیم و کم کم بریم روی نسخه های قدرتمندتر و حالا از اونا استفاده کنیم. اینطوری میشه آماده سازی و معطل شدن همشون از بین برد. سپایرال شارد رو هم همین جوری میشه سری زدش، آماده سازیش از بین میره و میشه باش باسا رو گول زد. این کار همچنین روی آدول از مون بلید و کاریان گریت سورد هم جواب میده بچه. نحوه زدن دوتاشون مثل همه، ولی آدول از مون بلید یکم بیشتر معطلمون میکنه. پس کاری که میکنیم چیه؟ بله، اول از کاریان گریت سورد استفاده میکنیم و وسط زدنش میریم رو آدول از مون بلید و حالا هی پشت سر هم از این سورسوری استفاده میکنیم. چقدر زدن این فالینگ ستار بیست با انجام این کار کیف میده بچه. باس های سری حداقل یه ضربه رو دیگه ازتون دریافت میکنن 100%. به لطف موج یخی که از آدولا پرتاب میشه حتی میشه با یه حرکت سه بار به باسا دمیج داد که قبلا کلی دربارش توضیح دادم. اما نکته ششم، مخصوص وقتایی که حالمون از حیوانای بازی مثل گورک ها و یا خرس ها و کلن هر حیوانی که میخواد بهمون حمله کنه به هم میخوره. با استفاده از یه مشعل خاص میتونیم کاری کنیم متحیر بشن و بهمون حمله نکنن. در واقع شانس حمله کردنشون رو کلی میاریم پایین تر. بیست ریپلنت تورچ یکی از این مشعل هاست که میتونیم باش تقریبا تمامی حیوانات بازی رو یه جورای رام کنیم تا بهمون حمله نکنن و بعضی وقتا هم خودشون با پای خودشون منطقه رو ترک کنن. البته اگه حین انجام این کار بهشون ضربه بزنین دیگه حواسشون از مشعل پرت میشه و میان میپرن بهتون. این مشعل رو میتونین از فروشنده که در این قسمت از کیلیت قرار داره خریداری کنین. حالا میشه بیشتر حیوانات بازی از جمله گورک ها، خرس ها و کلن موجودات بازی که مثل حیوان میمونن خیلی راحت فریب داد تا نرن رو اعصاب. سنتری تورچ هم یه نمونه یه دیگه از این مشعل هاست که میتونه واسه تون دشمن ها مخصوصا اساسین های نامرئی بازی رو مرئی کنه تا از پشت غافلگیرتون نکنن و بتونین خیلی راحت ببینینشون و اتکشون رو بلاک کنین. از حالا به بعد هر دشمن نامرئی که تو بازی وجود داره رو میتونین خیلی راحت ببینین و مغلوبش کنین. البته این مشعل برخلاف انتظارم دیوارایی که تو غارها باید بهشون ضربه بزنیم تا پشتشون رو ببینیم و نشون نداد.
قلقلیای بازی هم همینطور. اونایی که نامرئیان با استفاده از مشعل مرئی نمیشن متاسفانه. بیشتر دشمنای نامرئی مثل همین اساسین ها این اتفاق واسه شون میفته. در ضمن دامنه این مشعل هم از چیزی که نشون میده بیشتره. روشنایش مثل بقیه مشعل هاست و میتونه از یه فاصله تقریبا دور دشمنا رو واسه تون مرئی کنه. اما نکته هفتم، اگه بعضی وقتا خودتون رو وسط گروهی از دشمنا میبینین، بهتره که از این نکته به سود خودتون استفاده کنین. یعنی استفاده از کریستال دارت که مثل خنجرهای معمولی میمونه که میتونیم به سمت دشمنا پرتاب کنیم و بهشون دمیج بدیم. اما این دفعه میتونیم کاری کنیم، یه جورایی یارمون بشن و به رفقای خودشون حمله کنن. حتی بزرگترین دشمنا رو هم میشه خیلی راحت با این خنجرهای خاص دیوونه کرد تا برن رو سراغ دوستای خودشون و بزنن دمار از روزگار هم دیگه در بیارن. دشمنای بزرگ بازی مثل جاینتا تقریبا 7 8 تایی لازم دارن تا خل بشن، ولی خب دشمنای کوچولو 2 3 تا واسه کشتن یار خودشون بسشونه. دیوونهشون کنین، سب کنین هم دیگه رو تیکه پاره کنن و بعدش اونایی که موندن بکشین و مسیرتون رو به جلو ادامه بدین. یا اگه مثل من یکم مشکل دارین، اونم از نوع روانیش، این کار رو واسه تفریح انجام میدین و از تیکه تیکه شدنشون توسط خودشون لذت میبرین. بعضی از بازهای بازی دوتایی هستن بچه ها، اینجاست که دیگه میشه یه میان وعده ای هم وقتی دارن با هم میجنگن خورد. نسخه انسانی این آیتم هم بیویچینگ برانچ نام داره و همونطور که گفتم میشه حالا انسانهای بازی رو دیوونه کرد و تبدیلش کرد به یه کشتیکج واقعی. فقط کافیه یه بار ازش استفاده کنین تا دشمنتون تحت تأثیره میشه گفت بوش قرار بگیره و عقل خودش رو از دست بده. حالا اگه کسی خواست بهتون حمله کنه، میشه سپر بلاتون و ازتون تا جون داره محافظت میکنه. اگه مرد ازش به نیکی یاد میکنیم، اگرم زنده موند میکشیمش چون اثر آیتممون کم کم از بین میره. اگه ندارینش میتونین اول ماگ، یکی از باسای رومخ بازی رو که در اینجا هستش بکشین، که نحوه دست پیدا کردن به این منطقه رو بدون نیاز به اینترنت قبلا توضیح دادم، و بعدش بیاین به راوند تیبل هول توی کتابخونه با گیدین NPC که پشت میز نشسته صحبت کنین تا دستور کرفت کردنش رو بهتون بده. بیشتر پلیرها از این آیتم واسه شکست دادن کماندر نیا استفاده میکنن که دوتا سامن هم با خودش داره، شاید هم 3 تا، درست یادم نی. حالا باید سامنهای خودش رو دید که دارن به رئیسشون حمله میکنن و انصافا دمیج خوبی هم میزنن. نکته هشتم، گریترون ها. با کشتن باسای اصلی میشه گریترونش رو به دست آورد که اول توی دیواین تاورا فعالشون میکنین و بعدش بازی بهتون میگه که حالا میتونین تو گریس پوینت ها واسه خودتون اعمالشون کنین و از ویژگیشون لذت ببرین. ولی خب دروغ میگه بچه ها، دروغ میگه. واسه استفاده کردن از ویژگیشون تمام این کارا رو انجام دادین ها، ول حتما بعد از آیتم دیگه به نام رونارک که میشه در جای جای نقشه پیداش کردم استفاده کنین. حالا ویژگی گرترونتون فعال میشه و میشه دید که حالا واسمون روشن شده. این یعنی ویژگی هایی که داره رو حالا ما هم داریم. خوبیش اینه که مدت زمانی واسه غیر فعال شدن ویژگی گرترونا وجود نداره. ولی خب اگه وسط نبرد جون خودتون از دست بدین، دیگه ویژگیش از بین میره و حالا باید از یه رونارک دیگه استفاده کنین. اما نکته نهم بازی که مربوط به ریممبرنس باس ها میشه و فکر میکنم قبلا هم دربارش توضیح دادم. بعد از شکست دادن باس ها با استفاده از ریممبرنسشون در راوند تیبل هولد میتونین یکی از دو آیتمی که باس واسه کشتنتون داشت ازش استفاده میکرد و بگیرین. ولی اگه هر دو آیتم رو با هم میخواین، باید برین سراغ مازلیم ها، این معبدای متحرک، به پاشون ضربه بزنین تا بشینن و حالا با وارد شدن بهشون ریممبرنسی که دلتون میخواد رو دوبل کنین تا بتونین اون یکی آیتم باس هم در راوند تیبل هولد به دست بیارین. تو بازی کلن 7 مازلیم وجود داره. اونایی که زیرشون زنگ دارن همه ی ریممبرنس ها، و اونایی که زنگ ندارن فقط بعضی از ریممبرنس ها رو واسه تون دوبل میکنن. پس در انتخابتون دقت کنین بچه ها، چون واسه همه ی ریممبرنس ها مازلیم وجود نداره. اما نکته آخر، اگه سلاحی رو بگیرین تو دستتون و تو نبرد ازش استفاده نکنین، بازم اگه ویژگی مخفی دارن واسه تون اعمال میشه. مثل ویدیو قبلی که توش دوتا گراول ستون سیل استفاده میکردیم، واسه این کار میتونین از خلاقیت خودتون استفاده کنین. مثلا یه استف که قدرت سورسوری های بازی و کلی میبره بالاتر رو توی یه دست، و یه استفه قدرتمند دیگه که قدرت اسپلای خانواده گراویتی رو بیشتر میکنن، بگیرین اون دستتون تا حالا بشه با اسپل راکسلینگ دمیج افزایش یافته وارد کرد. واسه سلاحای تن به تن هم میتونین این کار انجام بدین. میدونم خیلی با کلاستر به ذهنتون میرسه این کارا رو واسه کارکترتون انجام بدین، ولی خب به عنوان مثال نیزه ماگ و سرپنت گاد کرفت سورد
با نیزتون ضربه میزنین و به لطف ویژگی سرپنت گاد کرف سورد با کشتن دشمنا کمی از خونتون هیل میشه. بهم بگین چند تا از این نکاتو نمیدونستین و اگه میخواین ویدیوهای بیشتری از الدن رینگ ببینین ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین. با کلیک روی صفحه میتونین با اشتباهات رایج پلیر آشنا بشین. امروز چندمه بچه؟ 16 شهریور. دو هفته دیگه اول مهر بچه‌ها. اینم اطلاعی که بعد آخر ویدیو خدمتتون میگفتم. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرول.